بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق الله العظیم. بیننده و شنونده برنامه آیت عشق در صبح خورشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، صبحتان بخیر. امیدوار هستم صبح به خوبی آغاز کرده باشین تا پایان روز و بالاخره تا پایان عمر با عمر طولانی خوشی ها از آن همه ما شما باشه. در خدمت شما هستیم ان شاء الله تا ساعت 9 به گونه زنده و جناب استاد نصرالله نیازی استاد دانشگاه مهمان ما هستند. ما با ما در استودیو حضورتان بخیر باشه و خوش آمدید جناب استاد. سلامت باشین، صبح شما بخیر و سلام خدا بر شما و به بینندگان تلویزیون شما تقدیم میکنم. شما با سلامت، تشکر. دوستان عزیز، موضوعی که امروز با جناب استاد به بحث گرفتیم موضوع بسیار مهم هست، یعنی حب الوطنی یا دوستی وطن، که چقدر وطن سر یک انسان حق دارد. در بخش‌های مختلفش انسان باید به وطن رسیدگی کند، در بخش نظافت، در بخش ترقی و تعالی کشور و بالاخره در بخش منسجم ساختن افراد کشور و اتفاق وحدت و بالاخره دور کردن نابسامانی ها و ناهنجاری ها. هر کدام ما شما به یقین کامل که مسئولیت داریم، علا کلکم راین و کلکم مسئولون عن رعیته. یک مورد از سیرت پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم، دوست عزیز همه میدانیم و بار بار شنیدیم که زمانی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم هجرت میکردن، در همون شب با حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، زمانی که مکه معظمه را ترک میکردن و به قصد مدینه منوره بودن، فرسنگی را که طی میکنن و یک مقداری که از خانه کعبه دور میشن و روی خدا پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم دور میته به طرف کعبه و میگه که ای کعبه، تو محبوب ترین جای و خوش ترین جای و مکان برای من بودی، اما با تاسف که شهروندای ناخلفت نگذاشت که من در دامان تو عمر سپری کنم و اینجا باشم. و یعنی با یک وضعیت میشه گفت که ناهنجار و نابسامان و با یک وضعیت ناخوشایند مکه معظمه را ترک میکنه. یعنی به این معنا که در شریعت مبارک اسلام دوستی وطن هم در اولویت ها جا داده شده و رویش بحث کرده. خب جناب استاد، دید شریعت در مورد یک انسان مسلمان چه دید و باوری نسبت به وطن خود داشته باشه چی هست؟ میشنیم از زبان شما بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. همان گونه که حب وطن یک مسئله فطری و یک مسئله طبیعی است، وابستگی مستقیم به طبیعت انسان داره و تداخل و همبستگی با سرشت رشد و نمو و فکری و جسمی انسان داره. همزمان زمانی که انسان به دنیا می آید و از مادر تولد می شود و انسان بسترهای مختلفی را برای رشد و نموی فکری و جسمی خود کسب با خود دارد و با بسترهای مختلفی روبرو می شود، یکی از بسترها و یکی از مادری که انسان را تربیه می کند و انسان در آغوش از او بزرگ می شود وطن است. وطن مادری دومی از برای یک فرد است. همان قسمی که حب و دوستی وطن ارتباط به فطرت دارد، اسلام عزیز هم دین فطرت است. دین است که هیچ اشکال و اختلافی با فطرت و با طبیعت ندارد و در همه و اقشار و ابعاد مختلفی زندگی انسان، دین اسلام با انسان هم نوا بوده و با این کدام مشکلی ندارد. همیسته که یک حدیث را نسبت به پیغمبر بزرگوار اسلام میکنند، اگرچه لفظی حدیث اشکال دارد و به اعتبار مفهوم کدام مشکلی دیده نمی شود، که حب الوطن من الایمان است، که دوستی وطن از جمله ایمان است. چرا دین اسلام هم دین فطری است و محبت با وطن هم مسئله فطری است؟ این طبیعی است که اسلام دین فطرت است، با فطرت کدام اشکالی ندارد و محبت با وطن ای از جمله فطری و از جمله یک مسئله طبیعی برای انسان است. و همان قسمی که خداوند جل علا مجدهو در نقاط مختلفی وطن را و کشور را و میهن را با اشیای بزرگی مقایسه کرده است، از این بزرگی وطن را دانسته می شود. یک جا می فرماید ولو كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم وما فعلوه الا قليلا منهم، سوره النساء 66 است. در اینجا خداوند جل علا مجدهو در این آیت وطن را به نفس مقایسه می کند، که همان قسمی که یک نفس پیش انسان ارزش دارد، قدر دارد، نفس انسان در نزد خود انسان بسیار محترم است که شاید با هیچ اشیای در زندگیش او را مقایسه نکند. قرآن کریم در اینجا وطن را با نفس مقایسه می کند، که این وطن
مثل زندگی انسان، مثل نفس انسان، مثل موجودیت انسان در زندگیش اهمیت داره و ارجحیت داره. در دیگر جا می آید الله جل وعلا مجده وطن را با دین مقایسه می کند. ولا ينحاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم ولم يخرجوكم دياركم الى اخر الايه. آیه کریمه در اینجا آیات مقایسه ما بین وطن و اعواد دین میکند. بله، پس دین با ارزش ترین چیز در بعد عقیدتی بر یک انسان در زندگیش دینش است، عقیدش است، ایمانش است، همان قسمی که و پیام های سماوی و آیین همه آیین سماوی و آسمانی که توسط پیغمبران برای بشریت آمده است و رسالتی که دارد، پیامی که دارد، اولین پیامی از او در باد عقیدتی و ایمانداری و وحدانیت و یکتاپرستی خداوند است. پس متدین بودن و دین داشتن در نزد خداوند بهترین ارجحیت دارد. وقتی که خداوند وطن را با دین مقایسه می کند، از این معلوم می شود که وطن در جایگاه بادی عقیدتی هم جایگاه خود داشته که با دین و با عقیده انسانی و اسلامی مقایسه می شده. پس ما در نتیجه می توانیم بگوییم که اسلام عزیز وطن را هم نوا، هم شکل و برابر و هم قافله نفس انسان و دین و عقیده انسان در زندگیش ارجحیت داده و به او احترام قائل. شما به سلامت، تشکر. خب جناب استاد، کمی وارد بحث شویم. یک مقدمه بسیار خوب داشتین شما. ما میبینیم در نصوص شرعی زمانی که حضرت ابراهیم علیه السلام به مکه معظمه میره و یکی از دعایش همی میباشه که هذا البلد آمنا، یعنی امنیت میخواه برای مکه معظمه. از منظر شریعت از این آیتی پیام میگیریم که هر انسان مسلمان در قسمت امنیت شهر خود باید تلاش کند. اما ما شاهد هستیم که بعضی از افراد و اشخاص پیدا میشه که به خاطر نابسامانی کشور تلاش میکنه. میبینیم مثلا بحث انتحار، بحث انفجار، مثلا بحث تعصب، بحث قومگرایی ها همه سبب میشه تا به اصطلاح امنیتی را که یک شهر خوب داشته باشه نداشته باشه. در این راستا میخواییم تا شما دید شریعت ناب بازگو کنین تا آنانی که نمیدانن از مسائل اسلامی بدانن و درک وجیبه کنن. بفرمایید. بله، در این راستا اسلام عزیز هم همان قسمی که ارجحیت برای سالمیت زندگی انسان گذاشته که عقل سلیم در بدن سالم است، انسانها باید به سلامتی و در یک زندگی آرام باید زیست کنند و قرآن کریم میگه و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. بله، و اگر شما شمار کنید، به شمار کنی بپردازید به نعمت های پروردگار عاجز میمانید، زیرا نعمت های پروردگار از کهکشان شمار و فکر و اندیشه انسانی خارج است و امنیت در زندگی انسان یکی از نعمت پروردگار است. و قانون ادبای افغانستان هم از این نقطه خارج نمانده که افغانستان یک انسان وقتی که در یک کشور پیدا می شود و تولد می شود و او حقی بر کشور دارد. بله، و حقی بر خاک دارد. از جمله ماده 9 و فقره 2 قانون ادبای کشورمان میگوید اولین حقی که انسان بر یک کشور دارد حق مسقط الرأس است یا حق خاک است. بحب. همان قسمی که انسان وقتی که در یک خاک تولد میشود در یک کشور که به عنوان شهروند کشور شناخته میشود، ادبای کشور شناخته میشود و همان قسم از همان لحظه حقوق کشور، حقوق خاک هم بالای از او که است او را متوجه میشود و بالای از او لازم است که باید در همه ابعاد زندگی خود کسی از او حقوق ارزش گذاری کند. بله، امنیت یک نعمت پروردگار است که نه تنها دین مقدس اسلام که همه ادیان سماوی در راستای امنیت و مسالمت و زندگی با سلامت در زندگی خود و در خاکی که زندگی می کنید به این ارجحیت گذاشته و به این احترام گذاشته و به این اشاره هایی کرده است. و البته تا زمانی که شما پیشتر قصه حضرت ابراهیم کردین. بله، که ابراهیم علیه السلام برای مکه دعا میکند که بلد آمینن، چرا پس دعا کردن برای محل زندگی، محل زیست، برای خاک و کشور و ای از جمله حقوقی است که خاک بر بالا انسان دارد. آه، پس همیست که باید انسان این حقوق را نادیده نگیرد
و در یک کشور به خاطر امنیت و حفاظت جان مردم، زندگی مردم و حفاظت ارزش‌های ملی کشور در باد عقیدتی، در باد اقتصادی، در باد امنیت و آرامی و همچنان در باد تمامیت ارضی که باید از ته زیر دست دشمنانش و این خاک و این کشور باید در امن باشد و این یک واجبه و یک مسئولیت و یک رسالت است برای هر فرد شهروندان یک کشور و خصوصا برای زاعمین، کسانی که زعامت کشور را به دوش دارند، کسانی که در رأس قدرت هستند، کسانی که ریاست قدرت یک کشور را که هستند اونها در کنترل خود دارند و واجبه اولی و مسئولیت اولی و رسالت اولی متوجه از اونهاست که باید به خاطر منافع کشور و باید به خاطر منافع خاک و به خاطر بهبود و ارزش های این خاک باید مبارزه کنند، باید از داشتگی های این خاک پاسداری کنند. این که مبارزه نمیکنند جناب استاد، شانه خالی میکنند، از ادای مسئولیت نمیکنند، مسئولیت عام شهروندان. متاسفانه ما امروز مشکلی که کشور ما داره با او دست و پنجه نرم میکنه، مشکلی که ما در کشور داریم هست که فعلا ما در کشور ما نه تنها حق شهروندی ادا نشده، حق خاک ادا نشده، بلکه خیانت صورت گرفته، بدون شک، بلکه منافع ملی در هیچ ابعاد تاریخی در کشور ما که ما تقریبا 3 دهه است با خون و با جنگ و با کشتار و با مشکلات با انبوهی از ناهنجاری ها دست پنجه نرم میکنیم و در همین 3 دهه ما ندیدیم که در یک رژیم و در یک نظام استراتژی ملی کشور ما و یا منافع ملی کشور ما تعریفی درست شده باشد و همین جاست که کشور ما همیشه به سوی بحران می رود. از این وضعی که ما از بحران جلوگیری کنیم به بحران می افتیم و ما استراتژی کشور خود نشناختیم و منافع در کشور ما تعریف نشده، اولویت ها در کشور ما شناخته نشده که ما در باد اولویت و استراتژی و منافع عالیای ملی یک کشور اول در باد عقیدتی و دینی و در باد فرهنگ و انعنه و رواج و قانون داخلیش یک کشور ارزیابی می شود که باید عقاید ملت مردم، باید زندگی مردم، باید اقتصاد مردم، توصیه های کشور در ابعاد اقتصادی و ابعاد فرهنگی و ابعاد علمی باید به اینها ارج گذاری شود و باید اینا در مقابل منافع خارجی، در مقابل مداخلات خارجی باید از اینها محافظت شود. و بدبختانه امروز در کشور ما همه حرکت های سردمداران و قدرتمندان و سیاستمداران کشور ما نه اینکه به نفع این خاک است، بلکه و نه تنها منافع ملی ما را، منافع هر شهروند ما را تهدید می کند و بلکه منفعت ها و چانس های بزرگ ملی را ما از دست می دهیم. و به جایی که باید نظام سازی داشته باشیم، باید در راستای ساختار یک نظام حرکت بکنیم، ملت سازی ما بر اساس منافع کشورمان باشد، نظام سازی حکومت داری، بلکه همه حرکت ها سردمداران ما و سیاست بازان ما به نفع کشور نیست و اینجاست که ما با بحران می رویم. شما بسلام. بیننده و شنونده برنامه آیت 8 در صبح خورشید هستید و موضوع بحث ما حب الوطنی یا دوست داشتن وطن هست و جناب استاد نیازی مهمان ما هستند. دوست عزیز، صفحه فیسبوک برنامه های اسلامی ما با بیشتر از 29,000 لایک، اسلام فاصله و فاصله قرآن در خدمت شما هست. به فارسی دیگه نوشته کنین، صفحه را پیدا کنین و یک بار دیگر جا داره که از بازدید کنندگان صفحه سپاس و امتنان کنم، به خاطری که یعنی داره روز به روز تعداد اشتراک کننده های ما بیشتر میشه و تعداد بازدید کننده های ما، و امیدوار هستیم که این به بلندترین سطحش برسه و صفحه ما یکی از صفحاتی باشه که بیشترین لایک داشته باشه در بین صفحاتی که در کشور هست. جناب استاد، آنچنانی که شما گفتین، یعنی هم از منظر دینی و بخشای عقیدتیش کشور، یعنی سر هر شهروند حق داره در تمام بخشها. یکی از این موارد بحث داشتن اقتصاد خوب هست. ما میبینیم که در زمانی کشور خودم مقایسه میکنیم با کشورهای دیگه، یعنی از اقتصاد خوب برخوردار نیست. مسئولیت زعمای کشور و عام رعیت در این راستا چی است؟ پیش از اینکه پاسخ بگوین، یک میان برنامه کوتاه و بعدش جواب جناب استاد. خوش آمدین. ادامه آیت عشق در صبح
خورشید بیننده هستید. سوالی را که قبل از وقفه مطرح کردم جناب استاد پاسخش را دریافت میکنیم. بفرمایید. و شما سوالی که در رابطه با توسعه اقتصادی در کشور کردیم و همان قسمی که قبل ذکر کردیم که نعمت‌های پروردگار بسیار زیاد و به اندازه است، ما در هر ابعادش که فکر کنیم او را کسا انتهایی کردن نمیتوانیم. و اقتصاد یکی از نعمت‌های پروردگار است که برای انسان در زندگیش که او سهولیات و بهتری زندگی انسان آماده می‌سازد. کشور عزیز ما الحمدلله از این نعمت پروردگار کسا دور نمانده است. بله. و همه ابعاد مختلف کشور ما و آهنگ و صدای اقتصاد و منابع سرشار اقتصادی را کسا به دنبال دارد. اگر در یک کشور نظام اقتصادی و نظام مالیش مثلا مالیات مستقیم و غیر مستقیمی در یک کشور است و مالیاتی که بر عواید است، مالیاتی که بر گمرکات است و مالیاتی که و منابع اقتصادی که از معدنیات او کشور به دست میاد و از تدارکاتش و از استخراج و از معادنش به دست میاد، اگر مدیریت سالم شود، اگر موافق با منافع ملی و به خاطر توسعه و ترقی اقتصادی کشور از او استفاده شود، افغانستان نه تنها یک کشور خودکفا بلکه می تواند برای همسایگان خود رسیدگی کند. ما امروز در کشورمان هیچ ابعاد اقتصادی و هیچ باد و اقتصادی ما فعلا مورد استفاده صورت نگرفته به نفع ملت. همین است که دست ما به دیگرا دراز است و ما در همه ضروریات زندگی مان کسا از دیگرا کمک می گیریم. این نیست که ما نداشته باشیم، ما داریم، اما توجهی درست صورت نگرفته، مدیریتی سالم نبوده. و اگر مدیریت اقتصادی و مقامات اقتصادی کشور بتوانند مدیریت سالم انجام بدهند و منابع اقتصادی که در کشور ما است برای کشور ما را خودکفا خواهد ساخت و ما می توانیم در رشد و نمو اقتصادیمون سریپا و خودکفا باشیم. شما به سلامت. جناب استاد، خب آنچنانی که قبلا شما گفتید و همه دانستیم، حال دانستیم و می دانستیم از قبل هم یک تعداد حالا به دانش ما افزوده شده ای راستا که دوست داشتن وطن اصل شرعی هست و در شریعت جا داده شده و بخشی از بخش عقیدتی را تشکیل میده. خب پس جا داره که شهروند کشور به خاطر داشتن نام نیک کشور تلاش کنه، یعنی به این معنا که افغانستان به عنوان یک کشور بدور از فساد، بدور از کشمکش ها و بدور از ناهنجاری ها در ردیف کشورها محسوب شود. حالا ما میبینیم که کشور ما یکی از جمله کشورهایی است که بیشترین در اینجا فساد اداری و فساد مالی دیده میشه. میخوایم در این راستا از حرف و حدیث از شما داشته باشیم، بشنویم تا آنانی که مثلا طبعا زمانی که فساد میکنن گراف فساد بالا میره و کشور ما در ردیف کشورهایی قرار میگیره که اونا کشورهای فاسد جهان هست. در این راستا بفرمایید. طبعا در همه برنامه های اصلاح طلبانه ای که در کشور صورت میگیرد، هم در مسیر مالی و هم در مسیر فساد اداری و در مسیر رشوت ستانی که باید مبارزه صورت بگیرد، بدبختانه سالانه بعد از اینکه خود جنابان عالی و کسانی که در این راستا مسئولیت دارن، اونا از دستگاه های مختلف مبارزه میکنن و دیگه کمپین میکنن از این که ما باید پدیده را از بین ببریم، و اخیر سال خودشان اعلام میکنن که امروز امسال گراف رشوت ستانی و یا گراف جرایم های اخلاقی و یا گراف مثلا و جرایم مالی دو چند برابر بالا رفته و یا در 50% یا 40% بالا رفته. علت از این که این کمپین ها مدیریتی درست، مدیریتی سالم نمیشه. آنچه که از آنچه که به عنوان برنامه به ملت معرفی میشود، او فقط در مقام شعار و در مقام یک صدا که است به جای خود باقی میماند و جنبه عملی نمیگیرد. و همیسته که ما نه تنهایی که با مبارزاتی که اعلان میکنیم از جرایم و از خیانت ها کاسته باشیم، بلکه با افزایش بودن او روبرو میشویم. علت اینجاست و باید هر شهروند کشور ای را جزی عقیده ایمانی و اسلامی خود بداند که احترام به خود، احترام به نفس خود، همان قسمی که احترام به حق خود، یک مسلمان ای را احساس می کند که باید حق ما محفوظ شود و باید شخصیت ما در امن باشد، همان قسم بالای از او لازم است که باید با دیگران هم احترام بکند، مثل که
حدیثی پیغمبر بزرگوار اسلام است که مؤمن گفته نمی‌شوید یکی از شما را تا زمانی که آنچه را که به خود میپسندید با دیگران بپسندید. پس تا زمانی که مسلمان آنچه را که در زندگی خود شایسته میداند و آنچه را که به خود میپسندد، چی محفوظ بودن حقش است، چی آبرو حیثیتش است و چی خیانت نشدن در حقش است، به خود میپسندد، برای دیگران هم باید او را بپسندد. و ساختاری این تبعیض که مسئله ساختاری فرد در نقش ساختاری فرد در ساختاری نقش سالمیت فرد یا تکمیل فرد در ساختار خانواده و نقش تکمیل خانواده در ساختار جامعه، این یک ارزش هایی است که دیگه انسان ها وقتی که یا ملت هایی که با این برنامه سیستم زندگی خود آغاز می کنند و اونها شاهدی اشخاص سالم و اشخاص با شخصیت و بعد از او شاهد خانواده های سالم، خانواده های با شخصیت و همین قسم سلسله به سلسله شاهد جامعه های سالم و جامعه های توسعه یافته و ترقی یافته می باشند. پس ما و شما امروز در جهان ببینیم بزرگترین جامعه هایی که دست اول جهان را به خود کسب کردند و جامعه های دست اول دنیا هستند، جامعه های توسعه یافته، جامعه های ترقی یافته، جامعه هایی که به اقتصاد رسیدند، جامعه هایی که به نبوغ فکری علمی، به توسعه فنون و فنون و تکنیک نظامی رسیدن، امروز از بزرگترین اوج تکنولوژی برخوردار هستند. جامعه هایی هستند که بزرگترین شخصیت های سالم و شخصیت های مدیر و شخصیت های با وفا به کشورشان، به ملتشان، به خانواده ایشان، به زندگی خودشان، به زندگی همسایه ها و یا اقاربشان و به زندگی شهروندانشان را در کالبد و در آغوش خود دارند. شما با سلامت. استاد گرامی، ما همچنان که شما گفتین بیشتر شهروندای شهر همش شعار میدیم که وطن مادر است، وطن ناموس هست و بالاخره آن یعنی میدانیم که وطن دوست داشتنش از وجیبه های هر انسان نیک سرشت هست. با آن هم میبینی که شهروندی شهر کشور بعضی جوانش رها میکنه با حال خودش به خاطر آسایش بودن خودش یک کشور بیرون اختیار میکنه، یا شهروندی پیدا میشه مثلا به خاطری که خودش یک چهار روپی ناچیزی را به دست بیاره شهروند بیرونی را اجازه دخول به شهر میده و بالاخره وارد کشور میشه و انتحار میکنه، انفجار میکنه و نظم و نظام را برهم میزنه، یا یک شهر یا یک شهروند این کشور و این سرزمین به خاطر داشتن اقتصاد خوب مثلا دست به دزدی و کارهای ناخلف میزنه. عامل این گونه آنچه که ما یاد کردم، عامل اصلی از این چی است؟ و بدبختانه که آنچه را که شما تذکر دادین عوامل مختلفی دارد. بله. یک بادی از عوامل از ایرا و ضعف نظام و مدیریت ضعیفی که نظام با او روبرو است و پولیس ما و یا زعامین ما و کسان و مسئولین ما دارند، یک بادی از عامل اصلی را همین تشکیل میدهند. بله. که مثلا امروز اگر کسی دزد است، وقتی که دستگیر می شود با 4 روپیه از پیش مسئول و از پیش قماندانی هم یا آمیر اوزه رها می شود و اگر قاتل است ایواز یزی که قانون تطبیق شود با وساطت و با پول که او خارج می شود. و خود من شخصا موکل مدافع استم، در یکی از انتظارگاه ها رفتم یک روز که می خواستم یک کسی را یک موکلی پیدا کنم، وکالت کنم برش، با کسی روبرو شدم که او به جرم قتل، ارتکاب قتل روبرو بود و او برای ما گفت تو آیا میتونی میخوای وکیل مدافع شی از برای ما؟ گفتم بله. گفت میتونی که مرا در ظرفی یک هفته رها بکنی؟ گفتم قضیه چی است؟ گفت قضیه ما قضیه قتل است. ما برش گفتم که خو امکان نداره، خواه مخواه یک پروسیجر و یک مراحل طی میکنی، خب ابعاد قانونی داره، باید مراحل طی میشه، دستگاه قضایی است، سرانگولی است. به ما گفتند که نمیتونیم، من نمیخوام وکیل بگیرم، انشاءالله در ظرف 3 روز ببین که من چه قسم رها میشم، آزاد میشم. یک قاتل با وجودی که شخص کشته ای قدر اعتماد به نفس است و ای قدر با جرأتمندانه به زندگی خود گپ میزنه و این علت عزیز که اینجا قانونمندی وجود نداره، یک. و نقطه دومی که علتی که این ماجرا را داره توصیه میته و این را تقویه میته و عدم درک و آگاهی شهروندان کشور است. چه باید کرد؟ جهل و نادانی تا به عنوان واقعی شعار به عمل تبدیل شود. با عنوان واقعی باید سردمداران ما و مسئولین نظام باید تصمیم جدی بگیرند و در تصمیم و برنامه های خود باید
یعنی تجدد بیارن و یک و از نظر دیگر باید مسئولیت پذیری شهروندان کشور باید بیشتر شوه و شهروندان باید احساس مسئولیت بکنن و باید خانواده های محترم در راستای کاستن جرایم باید به اطفال خود و بر اولاد خود باید توصیه بدهند. تشکر جناب استاد نیازی از حضور شما در استودیوی آیت عشق. شما به سلامت باشین. به پایان برنامه امروزی خود رسیدیم. امیدوار هستیم که هر شهروند همان طوری که میگم وطن مادر هست، ارزش و جایگاه مادر را بدانیم و کشور را در ردیف بهترین کشورهای دنیا قرار بدیم. صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن در خدمت شما هست. تا دیدار بعد، الله نگهدار. Thank you.